دوستان عزیز، از آقای سپهداد گرگین خواهش میکنم. آقای گرگین عزیز از مبارزین با سابقه، شما تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. همونطور که عرض کردم آقای گرگین، بله، سپاسگزارم از شما. با درود از ادب خدمت شما، یک گزارش کوچکی هم من در رابطه با محرم بدم در شهر ما تورنتو، اگر اجازه بدید. بفرمایید. هر ساله در شهر ما تورنتو یک نیروهای جمهوری اسلامی، همینجور که میدونیم یکی از لانه هاشون تورنتوی کانادا هست و اینا سرمایه های زیادی رو برداشتن و بردن اینجا و سعی میکنن با برگزاری مراسمی مثل آشورا و تاسوعا از ممالک دیگه مثل افغانستان، مثل کشورهای اسلامی و اینها، شیعه ها رو دور هم دیگه جمع بکنن و نظری بدن و بالاخره اینجا اثبات بکنن به جامعه که ما قدرت زیادی داریم، ما نیرومون زیاد هستش، ما اصلا نماینده مردم ایران هستیم. بر همین مبنا نیروهای مترقی، سازمانهای مردمی درست در کنار صف اینها سالهاست، الان ما صف مستقل خودمون رو داریم، برنامه‌های خودمون رو در کنار همین صف اینها می‌ریزیم و خب دوستان زیادی هستن، بلندگوها رو میاریم و شعارهای خودمون رو میدیم و امسال ما تونستیم اینها رو محدود بکنیم. عرضم به خدمتتون دولت هم متوجه داره میشه یواش یواش به اینها، چون در حاشیه این مسائل به اصطلاح تظاهراتی که ما کرده بودیم اینها، چندین درگیری هم نزدیک بود صورت بگیره از عوامل جمهوری اسلامی و موفقیت ما اینجا بوده که سالها همیشه اینا در خیابان اصلی شهر حرکت میکردند و امسال بهشون اجازه این کار رو ندادند و از خیابان‌های حاشیه‌ای اینها تظاهرات خودشون رو بردند و بعد رفتن به اصطلاح در یک جایی که جمع میشن و بعد از اون میرن آشای نظری رو میگیرن از مغازه هایی که اینها همه با جمهوری اسلامی هستن، مشخص شده برای ماها. و عرضم به خدمتون ما افشاگری وسیع تونستیم بکنیم، تونستیم که صف اینها رو خیلی به اصطلاح کوچکتر از اون چیزی که هستند نشان بدیم و در این رابطه ما تظاهرات موفقیت آمیزی داشتیم. دوستان میتونن عکس ها و اینها رو حتما برخورد باش کردن در سوشیال میدیایی که هستش، جایی که ایرانی ها کار میکنند و فعالیت میکنند. گفتم یه گزارش کوچکی در این زمینه نسبت به دوستان داده باشم. باز هم من برای دوستان عزیز عرض میکنم که این که همین دوستانی که در این شهر ما هستن، حالا به شهرهای دیگه من کاری ندارم، دوستان عزیز، این که بشینیم و فقط حرف بزنیم و های انتقاد از جمهوری اسلامی بکنیم، یه سری کارهاست که عملی است، باید انجام بدیم. دوستان زیادی بودند که مرخصی گرفتند، مرخصی از کار خودشون تعطیلی گرفتند، اومدن در این راهپیمایی شرکت کردند، قدم رنجه فرمودند، راهپیمایی کردند، شعار دادند، سینه چاک دادند، یقه دراندند و بالاخره اینها همه چیزایی هستش که به سن و اینها هم کاری نداره، باید کسی که میگه من مخالف هستم عملا نشون بده. اینا چیزایی است که باید عملا نشون بده و این هم یک به اصطلاح انتقادی برای دوستانی که هستن که در شهر ما زندگی میکنن، خیلی خودشون رو مبارز اعلام میکنن ولی متاسفانه در این جور مواقع که باید بیان نمیان و این انتقاد شدیدی است که به اونها وارد هستش. جناب بدیع نازنین، اگر اجازهتون باشه من یک غزل کوچیکی در خدمتون بخونم و بعداً اگر فرصتی باشه که در رابطه با مسائلی که در رابطه با گذار هست صحبت بکنم یا دور بعدی به من این اجازه رو بدید. ببینید، انسان در جامعه طبقاتی به طور کلی اون از خود بیگانه میشه. ما در همین حاشیه به اصطلاح راهپیمایی تاسو و عاشورا ایرانی های زیادی رو می دیدیم که لباس سیاه پوشیدن و اینا با حکومت هم نبودن، ولی این چیزی که من اعتقاد دارم 90% مشکلات جامعه ما دین زدگی است، خرافات دینی است که مردم ما دست به گریبونشون هستند و برای این خرافات هم هزاران گاهی وقتا تفسیر و تعبیر و اینها پیدا می کنند. این غزل در به نام در جستجوی زندگی در رابطه با تک تک مردم ماست، تک تک کسانی که برای فقر و بدبختی خودشون میخوان یه تفسیری پیدا بکنن. شادی و خوشبختیت را دیر پیدا میکنی، تا
تا برای فقر خود تفسیر پیدا می کنی. شادی و خوشبختیت را دیر پیدا می کنی تا برای فقر خود تفسیر پیدا می کنی. هرچی می آید سرت در گردش کون و مکان، وان به سر آورده را تقدیر پیدا می کنی. هرچی می گویی که سختی در مقام امتحان، عاقبت در چنبرش تغییر پیدا می کنی. عشق را نالان و سرگردان به مسلخ می بری، در شتاب کشتنش شمشیر پیدا می کنی. چشم می دوزی به فردا تا که روزت به شود، روز و شب تی کرده خود را پیر پیدا می کنی. وقت مردن چون رسد در بسترت افتاده ای، روزهای رفته و ناکام را دلگیر پیدا می کنی. عاقبت با چشمهای خسته می پرسی چرا شادی و خوشبختیت را دیر پیدا می کنی. گوش کن حرف سپهرت را که دنیا جاری است، با چنین دیدی بر آن تأثیر پیدا می کنی. با تشکر از اینکه در این دور به من فرصت دادید در خدمت شما نازنینان باشم، گزارش کوچکی از کارهای ما در تورنتو رو خدمتتون ارائه بکنم. سپاسگزارم از شما آقای سپهرداد عزیز.